چیه؟ چه خبره؟ چرا همه را اینجا جمع کردی؟ من دارم میرم دبی و میخوام برای همیشه خودم از تجارت بازنشسته کنم. بازنشسته؟ میدونم که همه تون فکر میکنین من یه رباتم که جز کارم به چیزی فکر نمیکنم. رباتی که هیچ احساسی نداره، ولی اصلا اینطور نیست. من از اثبات کردن خودم به شما خسته شدم. اگه این تجارت ریشه مشکلات منه، پس منم ازش کنار میکشم. اینطوره میتونم یه فرصت به خودم بدم تا بهتون نشون بدم چقدر برای شما و این امارات ارزش قائلم. شاید یکم قدرمو بدونید. ولی پدر جون، پس بعد از شما تکلیف شرکت چی میشه؟ من جانشین خودمو انتخاب کردم. لطفاً اسم شیلو بگو پدر، خواهش میکنه. و جانشین تجارت و شرکت ناندا یوهان ناندا است. آقای آرون ناندا، بذار بدی یادآوری کنم که آخرین باری که داشتم بهت التماس میکردم خوشبختی خواهرم ازش نگیری، برام شرط گذاشتی که باید به شرکت ملحق بشم. این بار ازم چی میخوای؟ بذار حدس بزنم، جونمو؟ چون من دیگه چیز دیگه ای ندارم که بهت بدم. تو هم آدمی نیستی که همینطوری خشک خالی چیزی به کسی ببخشی. میخوام بهت ثابت کنم اشتباه میکنی. واسه همین ثروتی که به سختی به دست آوردم و به دستای با ارزش تو میسپارم. ولی من نمیخوام وارد تجارت تو بشم و هیچ تمایلی به این کار ندارم. یه بار بهش فکر کن یوهان. به نظر من بهتره یوهانا تحت فشار نذاری، چون این روزا دیریشته خیلی به یوهان احتیاج داره و این مدیر عاملی باید قبول کنی. یوهان چی؟ یوهان سجان، لطفاً دست رد به سینه پدر جون نزن. میدونم دیروز پدر جون با دیریشتی خیلی بد رفتاری کرد، ولی پیشنهادی که امروز بهت داد یه جورایی به نفع دیریشتیه. ولی منظورت از این که به نفع دیریشتیه چیه سجان؟ مادر جون، دیریشتی همیشه آرزو داشت این کدورت بین یوهان و پدر جون برطرف بشه. حالا که پدر جون خودش میخواد تجارتشو به دستای تو بسپره و وقت خودشو صرف بچه‌هاش کنه و به همه ثابت کنه واسهشون ارزش قائله، این کجاش اشکال داره؟ یوهان، تو تمام این سالا با کار شرکت آشنایی داشتی، الان مسئولیتات یکم بیشتر میشه. ولی اگه با قبول این مسئولیت آرزوی دیریشتی برآورده میشه، باید این کارو بکنی. به خاطر دیریشتی. من خودم اینجا مراقب دیریشتی هستم، تو اصلا نگران نباش. سجان تو خوب میدونی که من چقدر از این کار متنفرم. چون وقتی مادر من بیمار بود و داشت آخرین نفساشو میکشید، وقتی به کمک نیاز داشت، وقتی به شوهرش نیاز داشت، شوهرش به جای اینکه کنارش باشه کارای شرکتشو ترجیح داد. اما اگه تو میگی که این کار به سلامت دیریشتی کمک میکنه، در این صورت با کمال میل به این پیشنهاد فکر میکنم. من مسئولیت مدیر عاملی شرکت ناندا رو قبول میکنم. Bye.
به تبریک میگم. اصلا اشکالی نداره پدر، ولی اگه احیانا وقت کردی یادت بیار که دو تا پسر دیگه هم داری. تو از امروز به بعد صاحب امضای صنایع ناندایی. من امروز دارم میرم به دبی، به خاطر همین میخواستم بدونم تو از امروز میرم شرکت، تو نگران نباش. پدر جون از بابت یوهان خیالت راحت، شما فقط استراحت کن و دروهاتو به موقع بخور و فکر هیچی هم نکن. فکر هیچی هم نکن آرون، چون من همه چی آماده کردم. حالیه، بیا بریم برات صبحونه آماده کنم. آرون، من ازت خواستم یه مدت استراحت کنی، بازنشستگی چی بود دیگه؟ آرون، من اصلا باورم نمیشه تو همینطور یهویی کارتو برای همیشه بذاری کنار. از این تصمیم مطمئنی؟ واقعا همچین قصدی داری یا نکنه که یه فکر دیگه ای توی سرته؟ ویرا، کی بهتر از تو منو میشناسه؟ نقشه واقعی اینه که من فقط روی کاغذ بازنشستشم، نه تو واقعیت. بعد از اینکه اون تروریست عوضی شرکت ما رو به گند کشید، مردم از سرمایه گذاری روی شرکت میترسن. ولی از اونجایی که یوهان تو قضیه حمله بمبئی به پلیس کمک کرد و برای دستگیری تروریست هر کاری کرد، حضورش به عنوان مدیرعامل به شرکت کمک میکنه. مردم خیلی راحت به یوهان اعتماد میکنن و اینطوری یوهان تبدیل به چهره اصلی شرکت میشه و اعتبار آبروی شرکت ما دوباره برمیگرده. من مجبور شدم یه قدم به عقب برم تا بتونم دو قدم به جلو حرکت کنم. ولی آرون، یوهان الان از نظر روحی و روانی خیلی تحت فشاره. واقعا درسته که توی همچین موقعیتی چنین مسئولیت سنگینی بخوای بهش بدی؟ این مزخرفات چیه میگی؟ شیل تو دبی گند زد به دفتر من. میگی چی کار کنم؟ نمیتونم اینجا بمونم، دست رو دست بذارم، نمیتونم وقت تلف کنم. من دارم از تجارت حرف میزنم. فشار روحی روانی کیلو چنده؟ آره نه آقای تانجی، اگه حواسم پرچه ممکنه صبحونه یوهانو بسوزونم و روز اول کاری گرسنه بره. وای خدای من، نون اولین روز کاری یوهانو سوزوندی، فردا قراره چیو بسوزونی سجال؟ اینطوری با حواس پرتی که نمیشه. چی شده مامان جون؟ انگار از دست من ناراحتی. سجال، تو امروز تصمیم اشتباهی گرفتی. چه تصمیم اشتباهی؟ با راضی کردن یوهان برای قبول مدیر عاملی خیلی آرونو خوشحال کردی، ولی میدونی با این کارت چقدر یوهانو تحت فشار گذاشتی؟ اما مامان، تو همیشه دوست داشتی یوهان تو کار شرکت کمک کنه، مگه نه؟ البته که دوست داشتم، هنوزم میخوام کمک کنه، اما هر چیزی یه وقتی داره سجال. اون الان باید پیش دیریشتی باشه و به اون کمک کنه. اون الان اوضاع روحی خوبی نداره. دیریشتی تنهایی نمیتونه از این مرحله سخت عبور کنه. اگه تو این شرایط یوهان مسئولیت شرکت رو به عهده بگیره، پس کی مراقب دیریشتی باشه؟ از نظر تو اشتباه نیست؟ اصلا هم اشتباه نیست مادر جون. یوهان انقدر به خاطر دیریشتی تحت فشار و ناراحته که میترسم یه وقت افسردگی بگیره و بیفته گوشه خونه. برای همین هیچ فرصتی بهتر از الان نیست که یوهان بره به کار شرکت برسه و سرش گرم شه. در مورد دیریشتی هم ما هستیم. میدونم سجال، ولی من آرونو دیدم. وقتی درگیر کار شد به کل خانواده رو فراموش کرد. میترسم یوهانم انقدر درگیر کار و تجارت بشه که دیگه هیچ وقتی برای دیریشتی نداشته باشه و بین خواهر و برادر فاصله بیفته. نه مامان جون، هیچ فاصله بین برادر و خواهر پیش نمیاد. شما نگران نباشین، چون سجال ناندا در حال انجام وظیفه است، هم به عنوان عروس، هم به عنوان همسر، هم به عنوان زن داداش. مادرام به نگهدارت باشه. راستی من یه سر میرم مدرسه شبانه. باشه مامان جون، صبونه من بعدم میخورم، تو اینو ببر. خیلی خوب، فعلا. Mm-hmm.
این نون توست، این پارتا، این هم مربای مرزلقه دیریشتی خوشگل من. خودت به هم صبونه بده لطفا. مگه میتونم به تو نبگم دختر با کمال مه؟ صبونت خوب بخور، هم برای خودت هم برای بچه خیلی ضروری. کاملا درست گفتی، صبونه ضروریه جناب مدیر عامل. نه نه نه، معنی حرفتو نه، ولی منظورتو خوب فهمیدم، ممنون. باشه بیا بشین، برای صبونه میارم. ولی تمامی شب و بیدار بودی، چشم رو هم نذاشه، نمیخوای استراحت کنی؟ ترسیدم خواب بمونی. حالا گیریم که خواب میموندم چی میشد مثلا؟ هیچ اتفاق بزرگی قرار نیست بیافته جناب مدیر عامل، در ضمن خواب تو خیلی سنگینه، به زور بیدار میشه. از پس زبانی تو بر نمیاد. پس لطفا خودتو خسته نکن. من زودتر از اینا به تو باختم. یوهان باز چیه؟ امروز اولین روز کاری تو به عنوان مدیر عامله، پس بهتره روز تو با یه حلوای شیرین شروع کنی. پس اول تو باید دهنتو شیرین کنی. دردی باز کن، باز کن، باز کن. گوش کن، میذاری برم سر کارم؟ صابونه تو دفتر میخورم، داره دیرم میشه. من نمیذارم تو غذای بیرون بخوریم. الان هست که مامان جون از مدرسه برگرده خونه، من دیریشتو میسپارم بهش و نهارتو میرم دفتر. خب راستش من میخوام تو رو ببرم سر یه قرار. چطور اینو یه قرار در نظر بگیریم؟ قرار شرکت، قرار نهار. منتظرت هستم. بای بای. آقای تناجی زنگ زده بود، باید باش حرف بزنم. همه این سیمکشی ها باید عوض شه، من مجبورم همشون رو ببرم. این که صدای تناجیه، تو امارت ناندا؟ جناب یوهان قرارداد امنیتی که با شرکت ما بسته بود و هست گرفته خانم، واسه همینم هم باید سیما رو عوض کنیم، نه اینکه با یه شخص دیگه قرارداد بستیم. اینا رو باید ببریم امارت اون. میگم خانم میشه یه فنجون چای برام بیارید؟ لب و دهنم خوش شده از تشنگی. ممنونم. هی تو اینجا چی کار میکنی؟ سلام سلام، من دارم کاریو میکنم که تو نمیکنی. قربانی نواخر درگیر دیریشتی بودم با سمی. آره میدونم. میخوای اینجا دوربین جاسوسی کار بذاری؟ آره خوب، حالا که تو جاسوسی و گذاشی کنار رو شدی همسر مهربون خونه، یه نفر باید آقای جیو پیدا کنه دیگه، مگه نه؟ بالاخره یه جوری باید جاسوسی کنیم دیگه. میتونیم از این دوربینا تو شرکت هم کار بذاریم. نه 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 قربان، لطفاً دوربین جاسوسی نصب نکن، نمیخوام بیشتر از این با اعضای این خونه با بی‌صداقتی رفتار کنم. پس دقیقاً چطوری آقای جیو پیدا کنم؟ من دارم دنبال آقای جی میگردم، در ضمن یوهان امروز مدیر عامل شرکت شده، من میتونم به بهونه صبونه برم و یه سر گوشی آب بدم. یوهان ناندا مدیر عامل جدید شده؟ پس تکلیف آرون ناندا چی میشه؟ اون از امروز تو بازنشسته شده و قراره بره دبی. واسه ببینم اگه بابا جون میخواد بعد بازنشستگی استراحت کنه، پس چرا تو خونه نمیمونه؟ پس چی شد که تصمیم گرفته یهویی بره به دبی؟ سجال ببین، این بار دوربینا رو به خیال میشم خب، ولی تو باید خوب در این مورد تحقیق کنی، در مورد تمام رازای آرون ناندا، اینکه چرا یهو بازنشسته شد، در مورد همه چیز. تو باید دوربینای جاسوسی و تو اتاقش، توی ماشینش و همه جا نصب کنی. امیدوارم فهمیده باشی چی میگم. باشه قربان. من دیگه برم. هر وقت دلم میگیره و ناراحت میشم، میام پیش تو خواهر. اینطوری آروم میشم. آرون و سجال فکر میکنن که اینکه یوهان مدیر عامل شده تصمیم خوب و درستی بوده، ولی من خوب میدونم این چقدر برای یوهان سخت خواهر. ولی چه کاری ازم برمیاد؟ من نمیخوام برای سجال مادر شوهری باشم که همش سرزنشش میکنه و جلوی تصمیماتش میایسته. چطور بهش توضیح بدم
که توی این موقعیت دیریشتی چقدر به یوهان احتیاج داره و تمرکز یوهان الان فقط باید روی دیریشتی باشه. چرا پدر جون انقدر جلی تصمیم گرفت بره دبی؟ هیچ سر نخی پیدا نمیشه. آقای چی اینو به من داده؟ خودش هم یکی از اینا داره. این یعنی پدرجون همون آقای چی؟ فکر میکردم آقای چی یه آدم هیله‌گره که با حرفای شیرینش هممونو فریب داده، ولی هیچ وقت به پدرجون شک نکرده بودم. در این صورت آقای جین نمیره سفر، داره از دست ما فرار میکنه. آرون ناندو همون آقای جیه. این گردنبندو توی یکی از ماکتای پروشه هاش تو اتاق کارش قایم کرده بود. من از اولم با آرون ناندو مشکوک بودم، ولی یه چیزو درک نمیکنم جناب سرهنگ. چرا بابا جون یه هایی یوهان مدیر عامل شرکت کرد؟ خب الان چطوری میخواد به معامله تحصیلاتش ادامه بده؟ اگه نظر منو بخواین میگم، این آدم میخواد یوهان ناندا رو به تله بندازه، اینطوری میتونه فرار کنه و همه تقصیرها رو بندازه گردن یوهان ناندا. تناجی درست میگه. کدوم مردیه که حاضر پسرش رو سپر بلای خودش کنه اونو به کشتن بده؟ آخه من دارم میرم توبه و جانشین من در شرکت های ناندا یوهان نانداز. یه سری تجار از دبی قراره به امارت ناندا بیان، یکی از اون افراد با تروریستا هم دسته. من باید هر طور شده از یوهان محافظت کنم. هر کاری میکنی از این کردم من مراقبت کن. این تنها مدرکمونه. در زم در این هنگ که داری سعی میکنی عروس و همسر ایدال اون امارت باشی، یادت نره که تو برای درست کردن نون برنجی اونجا نرفتی. چی گفته؟ کسایی که نون برنجی درست میکنن جاسوسی نمیتونن بکنن؟ در مورد تبدیل شدن به عروس ایدال باید بگم بابام یه جمله داره که میگه انسان باید اونقدر ایمان داشته باشه که تو بی صداقتیش هم رو راست باشه. ماما کاری داشتید رئیس؟ اینا حسابای بانکی 3 سال اخیر شرکت ناندس، ولی تراکنشا با هم نمیخونه. ترازنامه محاسبه نمیشه، پس چرا بروزش میکنیم؟ ما معمولا چیزی از قلم نمیندازیم، ولی بررسی میکنیم و تا فردا بهتون خبر میدیم. فردا نه، امروز. همون امروز گزارش باید روی میزم باشه. چشم قربان. منتظر هستم. چشم. شما کاری داشتی؟ نه، کاری ندارم قربان. امروز یه جلسه کاری با فروشنده‌ها ترتیب داده شده. باید زودتر برید قربان، اونا منتظر. همشو لغو کن. لغو کنم؟ آره. چشم قربان. دیگه؟ نه، دیگه چیزی نیست قربان. ممنون. از بخیر، ناهارتون رو آوردم قربان. اینجوری که تو ناهار رو وردی حس میکنم یه نامه عاشقانه با کلی گلبرگ به دستم رسیده.
یه چیزی مثل عاشقانه های قدیمی. واقعا؟ وقتی تو رو پشت میز ریاست دیدم با خودم گفتم پدرجون حق داشت تو رو مدیر عامل کنه. ای بابا، وسط حرفای عاشقانه ما بابا از کجا پیدا شد؟ بگذاریم. درشتی چطوره؟ سورو مورو گنده. داشتم میمدم اینجا تو مسیر باش تصویری حرف زدم. عالی؟ آه؟ اول دستاتو بشور. یوهان برو دستاتو بشور، زود باش، خواهش میکنم. بودو رفتم. باشه. داره چی رو دید میزنی؟ هیچی، داشتم به عکست که روی میز بود نگاه میکردم. همین. آره. اه؟ یعنی منو این شکلی دوست داری؟ نه. نه؟ چرا؟ نه، یعنی چرا؟ یوهان قصد داره سرد میشه، زود باش، باید نهارتو بخوری. میگم بیا یه کاری کنیم، امروز نهار رو اینطوری بخوریم. یوهان! ببخشید، 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 معذرت میخوام، من یه هویی دستم خورد واقعا. اشکال نداره، فقط یه کوچولو کثیف شده، چیزی نیست. بازم گند زدم، امروز روز اول کاریت بود، لباستو خراب کردم. चाहत है तुमको शामिल करूं मेरी हर एक बात में इश्क है या ये है आशिकी तेरा हूं मैं तू है जिंदगी میدونی این رفتارای تو باعث میشه استرسم خیلی کمتر شه. استرس داری؟ اوف چه جورم. اینا جزئیات حسابای شرکت ناندس. یه عالمه تراکنش مشکوک پیدا کردم. ترازنامه ها با هم نمیخونه و آقای آرون ناندا هم گوشیش جواب نمیده. نمیدونم اینا همش زیر سر کی و چند وقته. 10 ساله. چی؟ نه، منظورم اینه که وقتی رفته بودی دستاتو بشوری یه نگاهی به کاغذها انداختم. خب وقتی داشتم میخوندمشون متوجه شدم این مشکل تراکنشو از 10 سال پیش شروع شده. راستش تو جامنگر همیشه مشکل حساب کتابای مغازه عقضی فروشی بابا رو من حل میکردم. درس من ریاضیم خیلی خوبه، پس فکر کردم شاید این مشکل از 10 سال پیش شروع شده باشه. یوهان یوهان صحبت میکنه. من گزارش حسابی 10 سال اخیر شرکت ناندا رو میخوام، دقیقا از 10 سال پیش تا الان. آره، نه، همین امروز. اگر اینو هات کمه از متخصصا کمک بگیر. امکان نداره آقای آرون ناندا شرکت و کارشو به یه نفر دیگه بسپره، گوشیشو خاموش کنه. یه جای کار میلنگه. گوشیشو خاموش کرده تا هیچکی نتونه موقعیتشو ردیابی کنه. راستی یوهان، این گزارش حسابای 10 سال اخیر شرکت که آماده میشه؟ گفته بودم امروز آمادهش کنن، اما اونقدر اطلاعات زیاده که احتمالاً تا فردا طول بکشه. اینطوری تمام تراکنش‌های مالی مربوط به تروریسم رو میشه و همه چی مشخص میشه. دست درشتی چلاغه، درشتی مایه آبروریزی عمارته. حالا که آبی شکمو ازم گرفتی دلت خنک شد؟ چون دستم معلوله باید مسخرم کنی؟ تو زن داداش من نیستی، تو یه جادوگری، میفهمی؟ جادوگر. باشا بیا منو به هم برگردون. داداش بهش بگو که آبیشکو به هم برگردونه. زن شیرینی هیچ کار بدی نکرده، چرا داری این کارو میکنی؟ یوها بچم امروز صبح به هم گفت که باباشو میخواد، حالا باید چی کار کنم؟
بهش بگو آبیشک رو به هم برگردونه. باشه بهش میگم ولی تو اگه این کارو ادامه بدی و وقت بچه میترسه، دوست داری بچت میترسه؟ بیا من کلی کتاب دستان برای بچه خوشگلت خریدم، بیا بری بهت نشون بدم. بیا زنداداش تو حالت خوبه؟ خیلی متاسفم زنداداش، حرفای دیریشتی رو به دل نگیر، خواهش میکنم. هممون میدونیم که این چند روز اخیر اون انگار یه چیزی رو میبینه و بعدش به کل کنترلش رو از دست میده، ولی نمیتونم بفهمم مشکلش چیه. نه خواهر سجال، نه، دیریشتی فقط با من و با پدر جون مشکل داره. مگه من داشتم چی کار میکردم؟ داشتم روی عکس آبیشک گل میریختم، دیریشتی فریاد زنان به من حمله کرد. یا همون روز من فقط داشتم لباسای آبیشک و داخل ساک میذاشتم که دیریشتی یهو دیوونه شد و به هم حمله کرد. از من بگذریم پدر جون. پدر بیچاره یه گوشه نشسته بود و فقط داشت پرونده رو میخوند که یهو باباتون افتاد به جونش. و امروز خودش مثل یه جادوگر شده بود، ولی به من میگفت جادوگر. منظورم اینه که خواهر، هر چقدرم قلب آدم مهربون و پاک باشه، بازم با شنیدن این حرفا دلت به درد میاد. کی گفته آبیشک من مرده ها؟ کی گفته؟ این دیگه چه لباسیه پوشیدی؟ داری چی کار میکنه؟ مگه دیوونه شدی؟ ولش کن! فهمیدم زنداداش، دیریشتی با تو یا پدرجون مشکلی نداره، اون با رنگ قرمز مشکل داره. شاید این رنگ قرمز اونو یاد خون میندازه، خونه داداش آبیشک. ببینید فرضیه شما کاملا درسته خانم نندا، دیریشتی جنازه همسرش رو غرق در خون دیده، شاید این رنگ قرمز خاطرات بد اونو زنده میکنه. تنها توصیه‌ای که میتونم بکنم اینه که تا حد ممکن از رنگ قرمز دورش کنی. چشم دکتر، خیلی ممنونم. دیریشتی خوابید؟ آره، دکترم تایید کرد که دیریشتی با رنگ قرمز مشکل داره. نه؟ آره یوهان، فکر کنم باید به همه افراد خونه بگیم از رنگ قرمز استفاده نکنن، مخصوصا زنداداش شالینی. بگو مانوهر، چه خبر از گزارش؟ قربان، یه مشکل خیلی بزرگ داریم. من فهمیدم یه حساب مخفی تو سوئیس هست که 70,000 روپیه از پول شرکت بهش واریز شده. 70,000 روپیه؟ در ضمن فقط این حساب نیست قربان، چند تا حساب دیگه هم هست که هیچ ارتباطی به شرکت ناندا نداره. چطور ممکنه این حساب با هیچ ربطی به شرکت ناندا نداشته باشه؟ قربان، یعنی این پول برای هزینه شرکت خرج نشده؟ آرون ناندا از این قضیه خبر داره؟ قربان، از این مورد مطمئن نیستم. مانهار، تو همونجا منتظر بمون، من تا 15 دقیقه دیگه خودم رو بهت میرسونم، باشه؟ چشم قربان. همین 15 دقیقه کافی. سجا بریم. تو کجا میخوای بیای؟ من میخوام راجع به حسابو حرف بزنم. نه، منم میخوام باهات بیام. یوهان ببین، دیریشتی خوابه، منم حساب کتابم خیلی خوبه، بذار باهات بیام. شاید یه کمکی از من بر بیاد، خواهش میکنم بذار باهات بیام، مطمئنم میتونم کمکت کنم. میدونم تو خیلی باهوشی، فقط تو بودی که فهمیدی حساب از 10 سال پیش تا الان بوده. راضی شدی؟ آره، پس میتونم باهات بیام. بریم، زود بش بیا. بیا. به نظر میاد که هنوز یکم کار داری. من رفتم تا فردا. فعلا. آقای جی، حسابدار کشته شد. حالا فقط کافیه چند تا دکمه بزنم تا مشکل یوهان برای همیشه از سرمون باز بشه. این کار کوچیک ولی خیلی مهمیه. یوهانا سجان نباید از این موضوع خبردار بشن. چشم قربه. وای نه، اونا رسیدن قربه.
اگه نتونی از پس این کار بر بیای نفر بعدی خودتی، فهمیدی؟ یه کاریش میکنم. چرا؟ آسانسور چرا وایساد؟ شاید برقا رفته باشه، بذار از پشتیبانی کمک بگیرم. نگهبان؟ کسی اونجا نیست؟ نگهبان! 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 هی! صدامو میشنوی؟ گوشی منم آنتن نمیده. تاریکی. من خیلی تاریکم. اگه یه وقت آبجی از تاریکی ترسید فقط کافیه اینطوری نگاش کنی و بگی نگران نباش، منم اینجا پیشتم، نمیذارم اتفاقی برات بیافته. استجاب ببین چراغ گوشی مو روشن کردم. نترس چیزی نیست، نفس بکش، چیزی نیست، من همینجا پیشتم باشه، نترس. اینجا اکسیژن خیلی کمه، نمیتونم نفس بیا همینجا بشین. آرومش. نمیتونم نفس بکشم. استجاب سکن خودت کنترل کنی، منو ببین، به من نگاه کن. خوبه، فقط به من نگاه کن. حقیقت ہے یہ کہ تیرے بنا ایک پل نہ رہ پائے ہم، بے انتہا پیار تجھ سے کیا کیسے بھلا پائے ہم، تیری باہوں میں ہے زندگی، تیری سانسوں زنده. سجل نفس بکش، سجل منو ببین سجل، خواهش میکنم، تو نباید تسلیم بشی، تو خیلی شجاعی، تو با تروریست ها مبارزه کردی دختر. نه سجل هی سجل جان، من نمیخوام از تو جدا شم. یوهان میخوام یه چیزی رو بهت بگم، نمیخوام بمیرم و این حرف رو با خودم به گور ببرم. سجال ببین برقا اومد. سجال چشتو باز کن عزیزم، تو کجایی؟ مگه صدامو نمیشنوی؟
میگم سجا، اون حرفی که تو آسانسور بهم زدی جدی بود؟ من دوستت دارم. چی؟ همین الان تو آسانسور بهم گفتی که چیز... چی گفتم؟ باید بریم پیش حسابدار. حاضری؟ میتونی راه بری؟ من خوبم. مطمئنی؟ یوهان! سجار این چه بلایی سرش اومده؟ حالش خوبه؟ سجال این که مرده؟ چی؟ ولی همین نیم ساعت پیش بود که داشت باهات حرف میزد، چی شد؟ آره شاید سکته کرده باشه. ولی یوهان روی این میز خیلی به هم ریخته است و سیستمم روشنه، شاید که داشته دنباله یه چیزی میگشته. اینم خاموش نکرده، مطمئنم سکته قلبی نبوده. در این صورت باید تصمیم پلیس خبر بدیم. الو جناب سرهنگ، یوهانم. من اومدم شرکت تا یه سری اطلاعات از حساب دارم بگیرم، ولی دیدم که اون روی زمین افتاده و نفس نمیکشه. چی؟ اولش فکر کردم که سکته کرده، ولی یه کاسه زیر نیم کاسه هست. به هیچ عنوان به جسد یا چیز دیگه ای دست نزنین. الان گروه جنایی میفرستم. باشه. کسی نیومد شرکت؟ نه قربان، من همینجا. دقیقه هیچ کسی اینجا ندیدی؟ نه قربان. هیچ کس ندیدی؟ نه قربان. یوهان؟ بله. یوهان، همه اطلاعات از روی این لپتاپ پاک شدن، ولی داخل سطل زباله جزئیات حساب بانکی سوئیس رو پیدا کردم. 70,000 روپیه پول بهش واریز شده. حسابدارم داشت راجع به همین قضیه صحبت میکرد، میخواست جزئیات رو بهم نشون بده. من همه چی از روی لپتاپ پاک کردم رئیس، ولی وقت نشد اون رو از سطل زباله سیستمم پاک کنم. تمام اطلاعات حساب بانکی سوئیس اونجا باقی موندن قربان. در ضمن رئیس، آقا یوهان اومد به شرکتمون. وای خدای من، وقتی تو آسانسور گیر افتادی همون موقع حسابدار کشته شد. پدرجون تنهایی نمیتونه همه این کار رو انجام داده باشه. من به پلیس اعتماد ندارم، حتی یه مدک راجب مرگ آبشک پیدا نکردن، حالا هم که حسابدار اینجوری شده. زنده شلینیه؟ الو؟ یوهان زود بیا خونه، دیریشتی کنترلشو از دست داده، نمیدونم چی کار میکنه. تاگر رو دیگه میرسم اونجا باشه. دیریشتی چیزی شده؟ مگه من چه کار کردم؟ دیریشتی چرا میخوایی منو بکشی؟ تو رو خدا بهم نزدیک نشو. من میخوام تو رو بکشم. این حرفو چیه دختر؟ بهم نزدیک نشو لطفا. خوابه بد دیدی؟ نه میگم بهم نزدیک نشو، خواهش میکنم دور شو ازم، بهم دست نزن. دیریشتی نزدیکم نشو. چی میخواد تو رو بکشه؟ اون میخواد منو بکشه. دیریشتی دخترم این حرفو چیه میزنی؟ آروم باش. آروم باش دیریشتی، چیزی نیست. چیزی نیست. آروم باش. بالش گذاشته بود رو صورتم و میخواست منو بکشه. زنده داشت، راست میگم. اون میخواست منو بکشه، باور کنید. دیریشتی دخترم به من گوش کن. دوستم بهم نزدیک نشو. باشه باشه دور میشم. نظر بهم نزدیک شه. اگه اون منو بکشه چطور آبیو ببینم؟ هیچ کس رو نمیکشه، من نمیذارم. بده زنده داشت، نظر بهم نزدیک شه. تو با من بیا، تو با من بیا، اجازه نمیدم. کمکم کن. باشه باشه عزیزم، میدونم. باشه بکشه. این چه بلایی بود سرمون اومد سیا جان؟ مامان جون، من از بچگی اونو بزرگ کردم، ولی اون همچین فکری در موردم میکنه. نه مامان جون، دریشتی حالش خوب نیست، نمیدونه داره چی میگه. حرفشو به دل نگیر، ناراحت نشو. من میتونم همچی کاری کنم؟ من میتونم دختر خودمو بکشم؟ میتونم؟ مامان وای خدای من، چی شده؟
مامان جون، امروز فهمیدیم دیریشتی نسبت به رنگ قرمز حساس شده. این خال قرمز که رو پیشونید زدی و گردمند قرمزی که انداختی حالش رو بد کرده. ولی من رفته بودم معبد تو برای سلامتیش دعا کنم. کاهن معبد اینو به پیشونیم زد، الان پاکش میکنم. من چیزی که باعث ناراحتی بچم بشه نمیخوام. ولی مشکل هنوز سر جاشه مامان جون. بعضی وقتا دیریشتی به یکی حمله میکنه و بعضی وقتا حس میکنه داره بهش حمله میشه. دیریشتی از یه مشکل روانی رنج میبره. زنده داشت، دیریشتی به تازگی شوهرشو از دست داده. این گردنبند چیه؟ من مال منه. دو روز بود که داشتم دنبالش میگشتم. چجوری سر از اینجا در آورد؟ مامان جون، ولی اینو من هیچ وقت به گردنت ندیده بودم. آره، خواهر آرتینو به من هدیه داده بود. پس بهتره همیشه به گردنت آویزونش کنی تا یه وقت دوباره گمش نکنی. سجال میشه برام ببندیش؟ خانواده ایناندا فاصله بگیر. آقای چی؟ آقای چی بین اون هست؟ آقای چی مغز متفکر همه ی این هست، ولی من هیچ وقت ندیدمش. هیچ وقت. اگه اون بفهمه که تو یه جاسوسی، هر طور که شده تو رو میکشه ماهیرا. یعنی مادر جون همون آقای چیه؟ سجال؟ سجال چی شد دخترم؟ چی شدی ها؟ سجال تو حالت خوبه؟ خدای من، چه بلایی داره سر بچه ها میاد؟ تو خیلی ضعیف شدی سجاد، قشنگ میشه متوجه شد چقدر لاغر شدی. به خاطر همین مدام سرت گیج میره و میفتی. منظورم اینه که به نظر نمیاد حالت خوب باشه. سجاد، باید بیشتر مراقب باشی. اینقدر حواست به بقیه هست که خودتو پاک فراموش کردی. درست میگه سجاد. سجاد دخترم، تو برای خانواده ما خیلی با ارزشی. ما نمیذاریم اتفاقی برات بیفته. بیا بریم اتاق استراحت کن. مراقب باش اتفاقی براش نیفته. بریم ببرش.